پازل فساد زیر آوارهای برج متروپول. بر اساس اسناد اختصاصی ایران اینترنشنال، حسین عبدالباقی، نامی که این روزها بسیار شنیده می شود، مالک برج 10 طبقه که در آبادان فرو ریخت و به مرگ دست کم 24 نفر انجامید. چهل و یک ساله، اهل سمیرام اصفهان، که اول خبر بازداشتش آمد، بعد خبر مرگش. این دومی را نه مردم آبادان و نه مردم ایران باور نکردند. تلاش صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای قبولاندن مرگ او با این ویدیوهای ناشیانه به جایی نرسید. عقبی ما را یاد کردم، اونم از بینمون رفت مثل خیلی های دیگه. و این ویدیو که گفته شده فیلم دوربین مداربسته داخل برج است، با حضور حسین عبدالباقی که البته تاریخ درست و ساعت زیر دوربین که تلاش شده دیده نشود، نشان می‌دهد فیلم دست کم متعلق به 8 ساعت پیش از فرو ریختن برج است. مقامات او را 35 ساله معرفی کردند، ولی مردم ادعای مرگ او را باور ندارند. و میگویند حسین عبدالباقی 35 ساله پسرعموی اوست که همین نام را دارد. از زمان فرو ریختن برج تمرکز زیادی روی عبدالباقی شده، کسی که در یک دهه گذشته زد و بند با مدیران ارشد محلی و ملی او را به پدیده‌ای تبدیل کرد به نام سلطان اروند. پدرش هم سابقه زمینخواری داشت و باعث شد معترضان آجیل فروشی او را به آتش بکشند. اما پشت پرده این چهره جنجالی مقام های ارشدی هستند که به نظر می رسد قرار نیست نامی از آنها به میان بیاید. کلید ماجرا یک چهره نیمه آشناست، موعود شمخانی، معاون فنی و امور زیربنایی منطقه آزاد اروند. این سند اختصاصی نشان می دهد که محلل هلدینگ عبدالباقی موعود شمخانی بوده، برادرزاده علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی. او شرکت ساختمانسازی عبدالباقی را به شهرداری آبادان به عنوان سرمایه‌گذار معرفی کرده. موعود شمخانی از متهمان اصلی فساد در منطقه آزاد اروند است، کسی که در انتخاب 2 شهردار مسئول در حادثه متروپول که بازداشت هستند نقش اساسی داشته. او پروژه‌های زیادی را رسما به حسین عبدالباقی معرفی کرد و نتیجهش فسادی بالغ بر 390 میلیارد تومان بود. اما این حلقه ادامه دارد. موعود شمخانی چگونه در 27 سالگی با مدرک فوق دیپلم نفت معاون منطقه آزاد اروند شد؟ کافیست نگاهی به هیئت مدیره این منطقه در سال 92 بیندازی. علی شمخانی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، به محض ورود به هیئت مدیره موعود را نماینده خود در سازمانی کرد که به منبع عظیمی برای فساد در منطقه تبدیل شد. موعود همراه با غلام حسین شریعتی، استاندار وقت خوزستان، پروژه ها و زمین های ارزشمند منطقه آزاد را یکی پس از دیگری به هلدینگ عبدالباقی می دادن. ساختمان نیمه کاره استانداری، کلانتری و دادگستری همه در اختیار عبدالباقی ماند. حمیدیپور، شهرداری که حکم پایان کار برج متروپول را داد، از نزدیکان موعود شمخانی است. استاندار وقت هم در جلسه شورای اداری در سال 98 خواستار صدور پایان کار برای متروپول شده بود، همو که برج را افتتاح کرد. اما موعود شمخانی تنها نماینده علی شمخانی در این فسادها نیست. علی شمخانی اسماعیل زمانی را مدیر عامل منطقه آزاد اروند کرد و او کل منطقه آزاد از جمله آبادان و خرمشهر را در اختیار باند شمخانی ها و حسین عبدالباقی قرار داد. زمانی و موعود شمخانی در سال 93 پروژه ساخت ورودی سازمان را به ارزش 80 میلیارد تومان به شرکت خانه ایرانیان متعلق به بنیاد مستضعفان واگذار کردند. اما رئیس هیئت مدیره این شرکت کسی نبود جز ناجی شمخانی، پسرعموی علی شمخانی. علی شمخانی یک بار تلاش کرد برادر ناتنیش را شهردار اهواز کند. عبدالعظیم شمخانی در سن 25 سالگی با مدرک دیپلم مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اهواز شد، هرچند او 3 سال قبل در 22 سالگی نماینده محسن رضایی دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خوزستان بود. محمد مخبر، معاون اول دولت، 4 روز پس از حادثه گفت در این پرونده فسادی گسترده بین پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های مجوزدهنده وجود داشته.
او البته نمیگوید که خودش هم عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند بوده، جایی که نطفه این فساد شکل گرفت. در روزهایی که این زد و بندها در جریان بود، عبدالباقی با افتخار از ساخت دهانه ساختمان متروپول بدون استفاده از ستون میگفت. ریشه فساد در ساخت ساختمان متروپول باعث شده که این روزها مردم معترض نوک انتقادات را به سوی کسی بگیرند که 3 روز پس از حادثه از دولت تشکر کرد و دستور پیگیری مقصران حادثه را داد. کسی که منصوبانش به جان ثروتمندترین استان کشور افتادند که نتیجهش یکی همین فاجعه برج متروپول است. حسین عبدالباقی حتی اگر مرده هم باشد باز هم زنده است، نمادی از فساد ساختاری در جمهوری اسلامی که تقریبا همیشه یک سرش به شخص اول نظام برمی گردد. مجتبی پور محسن، لندن.